سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. این جملات را شنیده اید؟ مردم را می‌کشند و زبانشان هم دراز است. این واکنش آیت الله خامنه‌ای به تحولات آمریکاست در هفته‌ای که مسئولان حکومتی بعد از ماه‌ها بالاخره گفتند که تنها در حدود 3 روز در آبان گذشته 230 نفر در اعتراضات ایران کشته شدند. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی به شیوه اداره اعتراضات در آمریکا در حالی است که این اعتراضات وارد هفته دوم شده، تنها 5 نفر شامل برخی ماموران پلیس، آن هم نه در شلیک مستقیم پلیس و نیروهای امنیتی، بلکه در تیراندازی‌های پراکنده کشته شدند. در کشوری که به ازای هر یک نفر تعدادی اسلحه وجود دارد. آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به کشته‌های آبان و حتی قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری هم در سخنرانی‌هایش نمی‌کند، اما فرصت را برای انتقاد از دشمنش از دست نمی‌دهد. این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 32 سال رهبری اوست، در حالی که یک فایل صوتی به تازگی منتشر شده که پیشتر نشنیده بودیم. او در این فایل صوتی می‌گوید رهبر پیشین به خود او هم گفته بود که به جای من بنشین. در سالگرد رهبر شدن آیت الله خامنه ای نگاهی میکنیم به شیوه او در چهارمین دهه رهبریش و همینطور کارایی این شیوه ها. میهمانان ما عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو آمریکا. آقای میلانی کتاب هایی درباره شخصیت های تاریخ معاصر ایران نوشتند، حالا هم در حال نوشتن کتابی هستند که بخش اصلی آن به زندگی آقای خامنه ای میپردازد. زکریا مشکور کابلی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای مشکور امام جماعت مسجد امام مهدی در همین شهر هستند. و اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از نیویورک. آقای گنجی چند کتاب منتشر کردند، از جمله تلقی فاشیستی از دین و حکومت. خوش آمد میگم به مهمانان برنامه. آقای مشکور، صحبت های آقای خامنه ای در مورد تحولات آمریکا که مردم رو میکشند و زبانشان هم دراز هست، به طور گسترده در فضای مجازی بین فارسی زبانان وقاحت توصیف شده. نظر شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام که اول شهادت دکتر ایاز نیازی را به شنوندگان و بینندگان بی بی سی فارسی تسلیت عرض کنم. من تعبیر شما را اصلاح میکنم. وقاحت کاربرد خاصی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای چنان که شما گفتید، بله، یکی از سرسخت ترین دشمنان رژیم آپارتاید ایالات متحده آمریکا هست و طبیعتا دشمنان برای دشمنی خیش بیان های مختلفی خواهند داشت. اونچه که مهم هست این است که مهمترین دشمن رژیم ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، یعنی حضرت آیت الله خامنه ای، صحبت هایی که داشتن، این صحبت ها راجع به اوضاع فعلی آمریکا دور و جدا از صحبت هایی که در برلین صورت گرفت، در لندن صورت گرفت، تظاهراتی که امروز با خشونت در برابر سفارت امریکا در یونان صورت گرفت، چیزی دوری از اون مایه ها نیست. و آقای مشکور، اعتراضات به بحث نجات پرستی حق با شماست، در همه پایتخت های بزرگ دنیا، در شهرهای بزرگ دنیا در جریانه، اما هیچ کس وقتی که خودش در کشور خودش آمار قربانیان یک اعتراضات اخیر رو اعلام میکنن که بالای 230 نفر، آمار خوشبینانه ای هست که خود مقامات ایران میپذیرن، آمارهای دیگر خیلی بالاتر از این نشون میدن. آقای خامنه ای اصلا به اون اشاره نکرده. چطور در مورد کشته شدن یک نفر، اشاره او فقط به اون آقای فلوید اولین قربانی هست، به بقیه هم اشاره نمیکنه. چطور در مورد کشته شدن یک نفر این اظهار نظر رو میکنه ولی در مورد کشته های کشور خودش چیزی نمیگه؟ ببینید، قطعا راجع به اینکه چه کسی چه چیزی را میگوید چه چیزی را نمیگوید خودش باید پاسخگو باشد، ولی من میخوام توجه شما را و بینندگان شما را به این نکته محدود بسازم که حضرت آیت الله خامنه ای در ضمن صحبت هایشان گفتن این اولین
و تنها مورد برخورد خشن و غیر انسانی پلیس یا ارتش یا سرویس های امنیتی امریکا نبوده. این سیل میلیونی هم که در خیابان های امریکا یا در اروپا یا در استرالیا یا کانادا را افتاده است به خاطر یک نفر نیست. بالاخره سر زخم چرکین سیستم فاسد امنیتی و پلیسی امریکا سر باز کرده. ملت امریکا و همه کسایی که مثلا در افغانستان یا در عراق یا در سوریه جای دیگه از این سیستم پلیسی، از این سیستم خشن امنیتی امریکا رنج دیدن و آزار دیدن. بله. اینا به خیابان ها آمدن. من فکر میکنم باید ریشه های دشمنی رو بررسی کنیم که چرا. حتما در این برنامه این کار خواهیم کرد. آقای مشکوری، چه بدین نظر آقای گنجی رو هم بپرسم. آقای گنجی، نظر شما راجع به صحبت آقای خامنه ای چیه؟ اولا به گمان من هر کسی حق داره درباره نقض حقوق بشر تو دیگر کشورها اظهار نظر بکنه و اونو محکوم کنه. مهم اینه که آیا محکوم کننده در ادعای خودش موجه هستش یا نیستش و آیا خودش به اون چیزی که میگه عمل میکنه یا خودش بدتر از اون انجام داده. نکته بعدی اینه که نیم قرن پیش دیکتاتورها به طور علنی تو سراسر جهان دموکراسی و آزادی حقوق بشر رو رد میکردن، اما امروزه این آرمان‌ها یعنی دموکراسی و آزادی حقوق بشر چنان اعتباری کسب کرده و چنان در سطح اندیشه تو جهان جا افتاده که حتی دیکتاتورها هم برای مخالفت با دشمنان خودشون میگن ما عامل بین حقوق بشر هستیم و دشمنان ما ناقضن، آنچنان که آقای خامنه ای میکنه. و این خب یه گام به پیشه که این ارزش ها را دیکتاتورها مجبور شدن حداقل در شعار بپذیرن. نکته بعدی اینه که از نظر شخصی، نه نظام سیاسی آمریکا و ایران، دونالد ترامپ به گمان من بدتر از خامنه ایه. برای اینکه خامنه ای در یک کشوری که در طول تاریخ حکومت استبدادی بوده به قدرت رسیده و مستبدانه مخالفین و منتقدین و رقبای خودش رو سرکوب میکنه، اما ترامپ یه ناسیونالیست نجات پرست توی یک کشور به یک جامعه دموکراتیکه که یکی قدرتمندترین کشور جهانه و این آدم میگه رسانه ها دشمنن، با آزادی مخالفه، با مهاجرین مخالفه، حتاکی میکنه، ریسیسته، آبروی نظام دموکراتیک آمریکا رو برده. وقتی ترامپ تو آمریکای دموکراتیک و آزاد یه چنین رفتاری میکنه، اگر مثلا اون جای خامنه ای بود تو یه کشور دیکتاتوری مثل ایران حاکم بود چیکار میکرد؟ بگم من بدتر از خامنه ای رفتار میکرد. ممنونم آقای گنج. بحث ما البته امروز بیشتر راجع به آقای خامنه ای هست، شاید بهتر باشه که راجع به اون نگه داریم. من میخوام آقای میلانی یه مقدار بیشتر به ما در مورد مخاطب صحبت های آقای خامنه ای بگم. به نظر شما مخاطب او کیه با توجه به اینکه به هر حال بعیده که آقای خامنه ای متوجه نباشه که بلافاصله بعد از صحبت‌های مقامات مسئول در جمهوری اسلامی و پذیرش تعداد کشته‌ها یه همچین واکنشی ممکن هست که باشه در فضای مجازی این ور اون ور؟ من فکر می‌کنم دو نوع مخاطب دارن. یکی از مخاطب‌هاشون همین مهمان شماست که بدون اطلاع از مفهوم آپارتاید، بدون اطلاع از تاریخ آمریکا، در عین اشاره به ننگ نژادپرستی در آمریکا حرفایی می‌زنه که هیچ انسان معقولی به گمان من نمی‌تونه بزنه. مخاطب دیگرش پایگاه خودشون هستن در ایران، پایگاه در حال فروپاشیشون هستن در ایران، پایگاه در حال ریزششون هستن در منطقه برای اینکه ادای ضدیت با آمریکا در بیارن. به گمان من در مفهوم دقیق کلمه وقاحت میخواد برای رژیمی که همین یک سال اخیر حداقل چند صد نفر رو کشته، 2000 نفر رو مجروح کرده، چند هزار نفر هنوز در زندان هستند، به آمریکا بگه که چرا شما جوابگو نیستید. وقاحت میخواد برای رژیمی که موسوی، رهنورد، کروبی، مخالفین این رژیم، منتقدین این رژیم، کسانی که در انتخابات شرکت کردن الان 10 سال در زندان هستن و هر نوع حمله به اونها میشه. رژیمی که آپارتاید جنسی علیه. آقای میلانی، فکر میکنید اساسا میشه شباهتی بین ایران و آمریکا برقرار کرد از هیچ نظر؟ الان آقای گنجی به نوعی یک قیاسی رو انجام دادن. به نظر شما اصلا میشه هیچ شباهتی دید بین این دو کشور؟ اصلا بگم برای من اصلا نمیشه این شباهت دید. قیاس مع الفارق برای منم عجیبه که آقای گنجی میگن ترامپ از خامنه‌ای بدتر. خامنه‌ای در رژیم زندگی میکنه که رئیس قوه قضاییه فعلیش قاتل 4000 نفره. چطور میتونید این دو رژیم رو با هم مقایسه بکنید؟ آقای ترامپ در رژیمی در آمریکایی هست که در ظرف 2 روز اخیر 4 نفر از جنرال های 4 ستاره آمریکا، از جمله 2 وزیر دفاع آمریکا، از جمله رئیس
سپاه شبیه سپاه قدسشون هزاران میلیون ها انسان، هزاران روزنامه‌نگار علیه آقای ترامپ هر چی که دلشون خواسته گفتن. مگه در ایران امکان چنین صحبتی هست؟ مگه در ایران امکان این هست که کسی راست آزمایه بکنه از حرفای آقای خامنه ای؟ این قیاس ها به گمان من قیاس های ساده انگارانه هستن. بذارید ببینیم آقای مشکور چی میگن در این زمینه. آقای مشکور میگن اگر هم اتفاقی میفته در آمریکا، همونطور که شما هم خودتون در صحبتتون اشاره کردین، صدها هزار نفر در نه تنها خود آمریکا، در جاهای مختلف دنیا ممکنه بیان اعتراض بکنن و به هر حال اون کسی که اقدامی را علیه مثلا اون سیاه‌پوست انجام داده الان باید پاسخگو باشه، ولی در ایران چنین امکانی فراهم نیست. شما چی میگید؟ ببینید، اولا من راجع به تعبیری که جناب آقای میلانی به کار بردن، این تعبیر رو به خودشان برگردانم که دفاع از رژیم ایالات متحده آمریکا خیلی وقاحت میخواد. البته این وقاحت برای کسانی که قلم تاریخ نویسیشون از کانال ساواک و سلطنت طلب ها باشه بعید نیست، و این وقاحت در این طیف دیده میشه و تعدادشون البته کم نیست. من آقای مشکور خواهش میکنم بحث رو شخصی نکنید و من البته آقای میلانی جواب خواهند داد بعد از صحبت شما، ولی خواهش میکنم بحث رو شخصی نکنید. منم ایشون ما رو متهم به وقاحت گویی کردن. بنده معتقدم دفاع از رژیم ایالات متحده آمریکا نه تنها اون چیزی که آقای دکتر آقای گنجی فرمودن راجع به آقای ترامپ، من معتقدم که در قرن 19 و در قرن 20 و آغاز قرن 21 خیلی وقاحت میخواهد که از رفتار و عمل کرده ایالات متحده آمریکا کسی دفاع کند. ایالات متحده آمریکا یک فراموش نکنید که از پاناما تا السالوادور تا افغانستان تا عراق در کارنامه جز نقض حقوق بشر، استعمال بمب اتمی، نقض حاکمیت ملی و استقلال ملت ها و کشورها، و شما در خود ایران خودتان ببینید از 28 مرداد 32 تا امروز چه نوع وقاحت و چه نوع رذالت و جنایتی را دولت‌های مختلف امریکا علیه ملت‌های شما، ملت‌های منطقه و دولت‌های منطقه انجام نداده است. من معتقدم که راجع به این که در ایران چه اتفاقایی افتاده جداگانه باید بحث بشه. امروز بحث این است که در برلین، در تورنتو، در فرانکفورت، در جای جای جهان، در لندن شما، در همه جا انسان‌های آزاد، یک نفرم آقای خامنه‌ای هست، یک نفرم بنده هستم، ما می‌خواهیم بگوییم که این رژیم قابل و لیاقت ملت شریف امریکا نیست. امریکا در تمدن خود علم دارد، در تاریخ خود خیلی از زیبایی‌ها دارد. ممنونم آقای مشکور. آقای گنجی، آقای گنجی نظر شما چی؟ میگن که خامنه‌ای هم مثل یک نفر دیگه میتونه اظهار نظر بکنه در این زمینه؟ بسید من اول راجب اون نکته شباهت که جناب میلانی فرمودن و شما فرمودین یه نکته رو بگم. من تعجب میکنم اتفاقا اون نکته که من میگم یک بحث کاملا علمیه. یعنی امروزه ما همه رژیم‌ها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، شباهت‌هاشون، تفاوت‌هاشون رو میگیم و کاملا یک چیز علمیه. مثلا سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی میان با شاخص‌های گوناگون همه کشور رو با هم دیگه مقایسه میکنن، مثلا با شاخص توسعه انسانی، شاخص فساد، تعداد اعدامی که یک کشور میکنه، تعداد زندانیان در هر 100,000 نفر که شما تو این زمینه آمریکا رتبه اول جهانی رو داره، یا شاخص مثلا دیگه ضریب جینی که برای نابرابریه که بهترین وضعیت رو با عدد 23 و 24 کشورهای اسکاندیناوی دارن، ایران و آمریکا از این جهت مشابهن، حدود 40 اینا گزارش هایی. یا مثلا عدم عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری که ایران و آمریکا و اسرائیل عضوش نیستن، از این جهت نیست کشور شبیه همن. یا از جهت اینکه دروغگویی، دونالد ترامپ تو 3 سال ریاست جمهوری 20,000 تا دروغ گفته، آقای خامنه‌ای هم ممکنه 40,000 60,000 دروغ گفته باشه. خب این شباهت دارن. آقای خامنه یه آدم دیکتاتور، رهبر خودشیفته است که فقط و فقط دنبال تبعیت محض. دونالد ترامپ هم یه آدم خودشیفته است که نیروهای وفادار به خودش میطلبه. تفاوت هم اینه که رژیم آمریکا، نظام آمریکا یک نظام دموکراتیکه و نظام ایران یک نظام استبدادیه. در این دوتا نظام تفاوت دارن. از جایگاه آمریکا بزرگترین تولید کننده علم در جهانه. گفتم ترامپ در یک کشوری به قدرت رسیده که بزرگترین دموکراسی جهانه، قدرت اول اقتصادی جهانه. این تفاوت ایجاد نمی‌کنه جناب گنجی؟ مسئله اساسی همینه، مسئله پاسخگو کردن قدرت دیگه، در همه جا، در همه جای جهان.
سوال بعدی اگه شما سوال کنید من جواب میدم. ببینید میخوام بگم نفس مقایسه بش گفتن شباهت ها و تفاوت ها یه کار علمیه که هر روزه داره صورت میگیره. مثلا شاخص فساد که میدن ایران الان رتبهش 180 اینطورا هستش، آمریکا وسطا قرار داره، یعنی آمریکا هم زیاد وضعش از نظر فساد خوب نیست، باز کشورهای اسکاندیناوی بهترین وضعیت رو دارن تو این زمینه. یعنی این یه کاری که هر روز داره صورت میگیره. ما صدها شاخص داریم که نهادهای بین‌المللی میدن و کشورها رو از این جهت مثلا اعدام. خب ایران یکی خب میخواین آقای میلانی پاسخ بدن به این بخش صحبت‌های شما، بعد برگردیم من اون سوال دوباره از شما. آقای میلانی شما جواب بدید به این بحث. ببینید گاهی آقای گنجی بدیهیات رو عنوان کشفیات جا میزنن. من میدونم عقلا میرسه که مقایسه میشه، ولی موضوع این نبود که آیا مقایسه سیاسی ممکنه یا نه. گمان من این بود که این یه بحث جدیه، نه یه بحث فحاشانه اونچنان که این دوست ما در آلمان میکنه. و اگر فکر میکرد آقای مشکور، اگر فکر میکردم شخصی از این جنس در این مناظره هست، من حتما شرکت نمیکردم. من بعید میدونم از بی بی سی کسی رو بیارم. شما در اولین تعبیرتون احالت میکنی شرکت نمیکردم. من فکر کردم شما آدم تحصیل کرده هست. شما اشاره نداشتم. من خواهش میکنم بعد از بود که من وقتی که شما صحبت میکردید وسط صحبت شما ندویدم. شما هم لطف میکنم ندوید. صحبت من به وقاحت شما نبود، صحبت از این که مردم در مورد آقای خامنه ای صحبت میکنم، من در مورد اون صحبت میکردم. شما حق دارید هر نظری بدید، ولی حق ندارید که فکر کنید که در آمریکا رژیم آپارتاید هست. گفتم یا مفهوم آپارتاید رو نمیدونید یا با بدیهیات جامعه آمریکا آشنا نیستید. آیا آمریکا نژاد پرست هست؟ قطعا هست. من رو متهم کردید که از آمریکا، از رژیم آمریکا دفاع میکنم. نه، اگر نوشته های من رو خونده باشید در حد بضاعتم اونجایی که گمان میکردم لازمه انتقاد هم کردم، ولی قیاس آمریکا با ایران امروز، قیاس رهبری ایران که این فجایع رو مرتکب شده و میشه و جوابگو نیست، قیاس دانالد ترامپ که هر روز باید 1001 پاسخ بده به مطبوعات، با خامنه ای که در 31 سال یک بار با آقای میلانی میده این پاسخ رو آقای ترامپ. بس همین هست، بس پاسخ کردن قدرت هست و این نگرانی که به نظر میاد خیلی ها دارند که در آمریکا هم به نوعی داره این به قهقرا میره. خیلی از جاهایی که سابقا نرم و عادی این بود که پاسخگو باشن سعی میکنن تفره برن، اینطور نیست؟ به نظر من حتما همینطوره. دوباره من در این مورد هم نوشتم هم صحبت کردم. به نظر من جامعه آمریکا الان با یکی از جدی‌ترین بحران‌هاش روبروست. رئیس جمهور آمریکا کسی است که برخی از اصلی‌ترین مبانی قانون اساسی رو رعایت نمی‌کنه. تهدیدش به استفاده از نیروی نظامی علیه مردم خلاف تمام استنباط‌هایی است که حقوق‌دان‌ها می‌کنند و این یک خطر جدی است و در آمریکا داره باهاش مبارزه میشه و باید مبارزه بشه و باید این خطرش شناخته بشه. ولی قیاس‌های ساده انگارانه با اینکه بگیم چون این داره اتفاق میفته پس خامنه‌ای هم حق داره این حرفا رو بزنه، نه، آقای خامنه‌ای 50 سال پیش هم حرفای شبیه رو به این رو نه اون بار از قول خودش، از قول سید قطب میزد. این نگاه هست که به گمان من، این قیاس هست که باید به گمان من به بررسی جدی‌تری بشه. من چون این سوال از آقای گنجی پرسیدم ولی پاسخ نگرفتم. آقای گنجی، آقای مشکور میگن آقای خامنه ای هم مثل بقیه میتونه در مورد وضعیت آمریکا اظهار نظر بکنه. ببینید اظهار نظر آزاده، گفتم هر کسی میتونه، خامنه ای هم میتونه بکنه، همه دنیا دارن راجع به هم دیگه اظهار نظر میکنن. اظهار نظری که ما نمیتونیم حق اظهار نظر از کسی سلب بکنیم. بحث اینه که گفتم آیا موجهه، یعنی کسی آقای خامنه ای که خودش ناقض حقوق بشره، آقای خامنه ای که یکی از نمونه هایی که اتفاق افتاده همین آبان ماست و قبلش ما حادثه دیما رو داریم، قبل از اون حادثه بازداشت روزنامه‌نگاران، بستن روزنامه ها و حادثه کشتار 67 داریم که آقای خامنه‌ای همین اخیراً از اون دفاع کرد و گفت این کار مصلحت بوده که امام کرد. خب چند هزار زندانی سیاسی رو کشتن. ببینید این که این چیزو داریم ما مقایسه میکنیم اینا رو با هم دیگه الان تو گفتمون، این مقایسه به معنای این نیست که اینا حق دارن این کارو بکنن. اگه یه نفری دزدی کرد یا ریپ کرد
میگیم یه نفر دیگه هم کرده، معناش این نیست که اینا حق دارن این کارو کنن. نه خیر، جفتشون کار اشتباه میکنن. آقای خامنه‌ای همیشه میگه مطبوعات رسانه‌ها دشمن مردم، رسانه‌ها رو بس روزنامه‌نگارا هم زندانی کرده. ترامپ هم همیشه میگه رسانه‌ها دشمنم، میخواد ببنده، زورش نرسیده تا الان. رسانه‌ها صرف جلوش وایساده، این ساختار دموکراتیک این جامعه و قدرتش اجازه بهش نده، ولی اگه بتونه این کارو میکنه. یعنی تعبیری که استفاده میکنه دقیقاً همینه، میگه این رسانه‌ها دشمنن. آقای خامنه‌ای چقدر این شباهت ممکنه به کمک آقای خامنه‌ای بیاد؟ چقدر این که شما میگید اینها الان به هم شبیه تر شدن میتونه کمک کنه به وضعیت آقای خامنه‌ای؟ ببینید من یه نکته بگم، توجه بکنید در مورد پاسخ کردن، اینکه آقای میلانی فرمودن در جامعه ایران با همه اینکه من خودم میگم یک دیکتاتوری سرکوبگری که قدرت مطلق دست آقای خامنه‌ایه، اما شما توجه بکنید که الان 50 سال پیش نیستش، با انقلاب ارتباطات، این شبکه‌های اجتماعی که درسته، این رادیو تلویزیون‌ها، یکیش هم بی‌بی‌سی که ما داریم صحبت می‌کنیم، شبانه روز صدها رادیو تلویزیون دارن علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زنن، تو تلگرام هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، توییتر هست، همه اینو دارن صحبت می‌کنن و اینو دارن جمهوری اسلامی رو بمباران می‌کنن. خود ما میگه چیکار داریم می‌کنیم؟ این الان 50 سال پیش نیست، از طرف دیگه در داخل خود ایران حرفایی که زاده میشه رو شما توجه بکنید. ببینید الان ایران حکومت اسلامیه، مثلا میگن ما نماینده خدا هستیم دیگه، قرآن هستیم. در خود ایران کتاب نوشته میشه، در خود ایران افراد هم میشناسید، من اسم نمیرم، در خود ایران نه در خارج کشور، گفته میشه آقا قرآن کلام الله نیست. در خود ایران کتاب نوشته میشه آقا حجاب هیچ ربطی به اسلام و قرآن نداره. در خود ایران کتاب نوشته میشه که نماز خوندنش واجب نیست. در خود ایران کتاب نوشته میشه که ماه رمضان در اسلام چاپ هم میشه، اینا منتشر میشه اینها آقای گنجی؟ بله، همه این کتابایی که میگم منتشر شده. شما آقای شبستری برید نظریاتشون رو بخونید، در ایران هستن. آقای ملکیان برید نظریاتشون رو بخونید. من نمیخوام اسم ببرم برای کسی، نه اسم نبرید ترجیحا، خیلی ممنون. آره، بخاطر اینکه من نمیخوام برای افراد در سر بزنم. تمام اینا کتابا رو تیراژ های بسیار بسیار در حرفی زده میشه. خب از سوی دیگه اجازه بفرمایید من چند تا نکته رو بگم که مشخصه. اینطور نیست، در درون زندان ها مرتب نامه می نویسن. علی خان بحث رو کوتاه نگه دارین که بتونیم به سرفصل های مختلفمون برسیم. آقای گنجی سوال من چه جوری از ایران در درون زندان ها مرتب زندانی ها نه تنها نامه های سرگشاده علی خامنه‌ای می نویسن در خود شما پخش میکنید، بلکه حتی صوت با صدا مصاحبه میکنن پخش میشه. خب یعنی لطفتون چیه در این مورد؟ امروز ایران آقای خامنه‌ای یه حکومت استبدادی، یک مستبد بسیار خودخواه خودشیفته که به نظر من، حالا تو بعدا توضیح میدم، شکستم خورده در همه اهدافش، ولی جامعه ایران رو ما سرکوب نکنیم. جامعه ایران یه جامعه که از نظر توسعه انسانی پیشرفت‌های زیادی کرده، سفت ایستاده، حکومت رو یه جاهای عقب رونده و داره مقاومت میکنه و در بسیاری از جاها با هزینه‌های سنگینی که داده اومده جلو و حکومت رو مجبور به عقب رانده کرده. همین حجاب رو نگاه بکنید، الان تقریبا میشه گفت مردم حجاب رو رعایت نمی، اصلا حجاب 100% جمهوری اسلامی تو حجاب شکست خورد از زنا. خب بذارید ببینم آقای مشکور در این زمینه نظرشون چیه. آقای مشکور به نظر شما اساسا پاسخگو کردن قدرت در ایران انجام شده، ممکن بوده؟ به نظر شما قدرت پاسخگو هست در ایران؟ من احساس میکنم که موضوع بحثی که من برایش دعوت شده بودم با این عناوین مقداری فاصله داره و در این حال من خدمت شما عرض میکنم که فقط برای تکمیل فرمایش آقای گنجی و همچنین تصحیح فرمایش جناب آقای میلانی که پاسخگو ساختن قدرت یا حاکمیت با این که یک شعار خوبی هست، ولی در کجا این قضیه به شکل مطلق محقق شده است؟ آیا در امریکا که جناب آقای دکتر میلانی عزیز ما دفاع کردن، آیا رابطه مطبوعات و رسانه ها با جناب آقای ترامپ خوبه؟ این اولا. دوما روی آقای ترامپ فوکس نکنیم ما که بگیم فقط ترامپ در تاریخ ایالات متحده. عرض کردم از قرن 19 تا حالا هرچی دولت آمده، از ویتنام تا خلیج فارس تا خلیج خوک ها تا پاناما تا همه جا رئیس جمهورهای مختلف هزاران هزار انسان رو کشتن. اگر همه اینا کشتن، اینا اجازه داشتن خاطر ندا آقا سلطان در رسانه هایشان بحث کنن؟ من معتقدم که مفهوم حقوق بشر یک مفهوم انسانی، طبیعی، فطری هست. هر انسانی حق دارد در این قسمت صحبت بکنه. من فکر میکنم که آنچه که از آیت الله خامنه ای گفتن و
و خیلی مختصر و خیلی مفید بیان کردن. عین تعابیرشان را در شهرهای مختلف اروپایی و غربی مطرح کردن و خواست امروز جامعه امریکاست. من فکر کنم انعکاس خاص جامعه امریکا نه باید تعبیر به وقاحت بشه بلکه بنان همسویی است. من امروز یک فیلمی را از یکی از شهروندان ایالات متحده امریکا خودم دیدم، یک سیاه‌پوست مظلوم امریکایی که رسما از جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک میکرد. آیا تقاضای کمک ایشان در داخل امریکا از آقای خامنه ای شما تصور بکنید یک نفر در ایران یک ویدیو ضبط بکنه و از آمریکا تقاضای کمک بکنه به همین شیوه، چه اتفاقی براش میفته؟ دائما این فیلم ها صورت گرفته، هزاران فیلم در تظاهرات های مختلف ضبط شده به شما منعکس شده. ما هم در فرانکفورت فیلم ها رو دیدیم و من احساس نمی کنم که اتفاق خاصی برای کسی بیفته. آقای مشکور، صدها نفر در زندان هستند در ایران به خاطر، خیلی هاشون نه به خاطر اعتراض سیاسی، به خاطر اعتراضات صنفی، حتی به خاطر اینکه کوچکترین ارتباط اونها رو با ارتباط با دولت مستخاصم تصور کردن و اونها رو به شدت مورد مجازات قرار دادن، زندان‌های طولانی. شما میگید که در آمریکا افراد میتونن اعتراض بکنن که میکنن، در اروپا هم همینطور، به اون چیزی که فکر میکنن به درستی که کار اشتباهی هست، نژاد پرستی. اما آیا در ایران این امکان فراهم هست که به اون چیزی که میخوان اعتراض بکنن مردم به راحتی اعتراض بکنن؟ نظر شخصی خودم این است که نظام قضایی نه در ایران و نه در امریکا معصوم نیست. قضاتی هستن کارهای انجام میدن، شاید خلاف قانون اساسی ایران باشه، خلاف شرع اسلام باشه، خلاف شرع امام صادق باشه. تایید کردن همه اونایی که در زندان رفتن خب این کار معقولی نیست، ولی که باید موضوعی مشخص بشه، فلان فرد توسط هوای نفس قاضی یا به خاطر پرونده سازی یا به خاطر مسائل حاشیه امنیتی زندان رفته. قطعا کسی که بیگناه در هر زندانی باشه از نظر وجدان انسانی ما و از لحاظ آیین ما محکومه. بذارید ما این، چون این بحث به هر حال بحث وضعیت آمریکا انقدر این روزها مطرح هست که نمیشد ازش بگذریم و صحبت نکنیم، اما به هر حال بحث اصلی ما در مورد چالش های پیش روی آقای خامنه ای در دهه چهارم رهبری اوست. برای همین یک صدای فایل صوتی هم منتشر شده که من قبل از اینکه بخوایم به اون بپردازیم خواهش میکنم که همکاران من این فایل صوتی رو پخش بکنن از صحبت های شخص آقای خامنه ای که بعد در موردش حرف بزنیم. یه جلسه دیگه با ایشون مطرح کردن اینها و من به ایشون گفتم که آه، ما کسی دیگه غیر از ایشون نداریم تو این مجموعه دوستانی که کسی دیگه ای رو غیر از ایشون نداریم. ایشون گفتن نه، اینجور نیست، شما رهبر بشید، شما رهبر بشید. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم، هیچ، همطور سکوت کردم، نگاه کردم، همه جلسه هم سکوت شد. حاج احمد آقا این طرف من نشسته بود، من روبروی امام نشسته بودم، ایشون اینجا، گفتش که بله، چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر، ایشون نه، شما یا آقای خامنه ای بوده، اسم آوردن، مشخص کرد ایشون رهبر بشه. یه خوردم همچین تو جلسه یک کمی یه حالت چیزی هم پیش آمد بعد از این حرف آقای حاج احمد آقا، ولی من واقعا جدی نگرفتم. یعنی واقعا احساس این که ممکنه این در ذهن امام باشه، واقعا خودم حالا همینجوری مثلا به عنوان مثال بودن شما اصلا یادم نمون. بعد از چند روز برامو جمع بشن رو تو دفتر من، آقای هاشمی زودتر آمده بود، چند دقیقه ایشون زودتر آمده بود، من گفتش که فلانی نظر شما راجع به اون مطلب امام، مطلبی که امام گفتن چیه؟ من اصلا یادم نمیاد که چی میگه ایشون. گفتم کدوم مطلب؟ گفت که اینی که گفتن شما. گفتم هیچون، گفت نه، امام بی فکر قبلی این حرف رو نمیزنه، همطوری از دهنش نپرید این حرف، اینو بی فکر قبلی میگه. گفتم من نمیزنم. بعد باز یه جلسه دیگه ای بعد از مدتی با آقای هاشمی تو اتاق آقای هاشمی باز همین صحبت پیش اومد، به نظرم کسی دیگه ای نبود بود اینجا غیر من. خودم آقای هاشمی بدم من قطعا و یقینا چنین چیزی اگه بر من پیش بیاد قبول نخواهم، این مطمئن، من اصلا قطعا و یقینا قبول نمی‌کنم، واقعا برام برام هیچ
یعنی احتمالم نمیدودم که حالا به این شکل مطرح بشه. چرا؟ اندکی قبل از فوت امام روزه قبلش و شب قبل و صحبت شورای رهبری جدی شد، افرادی هم که جمع شده بودن رسوندن رو به عنوان یه فرد می آورد، اما به این شکلی که بدن پیش آمده اصلا به ذهن نمیدودم. این فایل صوتی رو به تازگی دفتر نشر آثار آیت الله خامنه ای منتشر کرده، همزمان هم یک کتاب روایت رهبری منتشر شده. جناب میلانی، نمیدونم شما دیدید یا نه، من نظر شما رو میخوام در مورد این فایل صوتی. قبلا از آقای هاشمی رفسنجانی یه همچین روایتی رو شنیده بودیم، ولی از خود آقای خامنه ای نشنیده بودیم. اول من فکر میکنم این پخشش در این زمان در واکنش به ادعای یکی از اعضای خانواده رفسنجانی است که آقای خمینی به او پیشنهاد نیابت رهبری کرده بود، و فکر میکنم این برای خفه کردن هر نوع بحث جدی در مورد هم شورای کردن رهبری است و هم اینکه آقای خمینی مجدداً میخواست که آقای خامنه‌ای باشه. حتی اگر چنین حرفی بود گفته شده باشه، من فرض رو بر این میذارم که این ادعاهایی که آقای رفسنجانی کرده، آقای خامنه‌ای کرده، که آقای خمینی در یک جلسه خصوصی گفته چرا شما رهبر نباشید، فرض بگیرید چنین حرفی زده، آقای خمینی حق نداره چنین کاری بکنه. آقای خمینی به چه حقی بخش اعظم قدرت مملکت رو به دست یک کسی میسپاره که به هیچ وجهی مرتخب مردم نیست؟ این مرک تلق پدریشون که نیست که بگن من به فرزند بزرگم میبخشم یا به فلان فرزندان باشن. سرنوشت مملکت آقای خمینی حق چنین کاری نداشت. خود آقای خمینی بود که قبلا گفت که هر نسلی هر باید رهبری خودش رو، نظام خودش رو انتخاب بکنه. دو، اگر این فایل درسته، که حتما درسته، شما که در اون زمان گفتید من قطعا و یقینا نمیپذیرم، شما که در مجلس مؤسسان در مجلس خبرگان گفتید وای بر مملکتی که رهبرش من باشم، خب الان 30 سال سر کارید، برید کنار. چند نفر الان در زندانن به جرم این که تنها جرأت کردن بگن بسه، برید کنار. صحیح. شما اگر از اول ساخته این کار نبودید که خودتون میگید نبودم، از اول میگید باید به مملکتی گریه کرد که من رهبرش باشم، حالا 31 ساله نه تنها چسبیدید، تمام سعیتون هم دارید میکنید که بر اساس تمام شواهد موجود به پسرتون منتقل بکنید. این چه جور این بحث جالبی از بر اساس کدوم شواهد موجود آقای میلانی شما چنین برداشتی کردید؟ کدوم برداشت؟ این که میخوان به پسرشون بسپرن. روایت هایی که از سفرهای ایشون در مطبوعات هست، شفافیت چون در ایران نیست ما خبر نداریم. شفافیت نیست. الان 3 سال دارن در مجلس خبرگان میگن که ما یه شورای 3 نفری تشکیل دادیم که ببینیم کی کاندید مناسب برای رهبری. شما چی کاره هستید؟ مردم باید این تصمیم رو بگیرن. این زمان عمر که نیست تصمیم گرفت 3 نفر معین بکنه بشینین جانشین منو تعیین بکنید. این قرن 21مه، قرن عصر مجازیه. مگه مجلس خبرگان نباید رهبر رو انتخاب بکنه بر اساس قانون اساسی؟ بر اساس قانون اساسی که حق مردم ایران را ازشون گرفته و به روحانیت واگذار کرده. آپارتاید واقعی در ایران الان، آپارتاید واقعی در حکومت آخونداست که نه تنها مجلس خبرگان و انتخاب رهبر بعدی رو انحصار خودشون کردن، بلکه انتخابات رو در انحصار خودشون گرفتن، کاندیداها رو در انتخاب خودشون گرفتن، کاندیداهای منتخب انتصابی مردم رو به خودشون حق میدن از کار برکنار بکنن. آپارتاید دقیقاً یعنی همین. آقای گنجی، نظر شما راجع به این فایل صوتی چیه؟ خیلی ها فکر کردن که این در واقع یک دلیلی داره و اون دلیل این هستش که آقای خامنه ای هم میخواد جانشین خودش رو انتخاب بکنه و این بحث بحران جانشینی رو تموم بکنه. ببینید، به این نکته توجه کنیم. ما یه موقع جمهوری اسلامی رو میگیم قبول نداریم که نداریم، یعنی آقای خمینی میگفتش که ولایت فقیه یه چیزی که تصورش موجب تصدیقش میشه. من از همون موقع میگفتم که ولایت فقیه یه چیزی که تصورش موجب تکذیبش میشه. ما ولایت فقیه رو قبول نداریم، ولی این سیستم ولایت فقیه که آقای خمینی درست کرد و خودش ولی فقیه بود و بعدم تبدیلش کرد به ولایت مطلقه فقیه،
در اون چارچوب بله ایشون حق داشته آقای منتظری رو عزل بکنه، حق داشته آقای خامنه ای رو جانشین خودش بکنه. الان هم اگر بر اون مبنا بریم جلو، آقای خامنه ای حق داره، قانون اساسی هم این حق داده به خبرگان، هر کی آقای خامنه بگه قانون تمام اینا خودشون میگن ما تابع آقای خامنه ای هستیم، یعنی اگر کوچکترین اشاره آقای خامنه ای بکنه اونو همون فردو میذارن و طبعا هم این کارو خواهند کردش. یعنی اینکه آقای خامنه ای دخالت بکنه کار خلاف قانونی نیست بر اساس داره میره به اون سمت به نظر شما؟ بله، این که زمینه چینیشو سالهاست داره میکنه، نیروهایی رو که مد نظر داره چند نفر هستن، منم قبلا چندی مقاله هم به انگلیسی در این زمینه منتشر کردم هم به فارسی، ایشون یه نیروهایی رو داره میسازه، این نیروها رو مثلا شبیه همین آقای ابراهیم رئیسی که من با خود دلم قتل عام 67 اسمش گذاشتم آیت الله قتل عام، اینا رو مثلا تو پستای مدیریتی مثل آستان قدس مثل قوه قضاییه میذاره که بگه چون بعد رهبر علاوه بر فقه مدیر و مدبر باشه که میخواد بگه که سابقه مدیریتی داره، یا اون آقایی که الان رئیس حوزه علمیه قم گذاشته ایشون، چندین نفر هستش که ایشون مد نظر داره، صادق لاریجانی بودش که یه خورده الان صدمه خورده با این پرونده های فساد، آقای چیزم بودش که شاهرودی بودش که فوت کردش، تو چارچوب میگم یه موقع تو چارچوب ما صحبت میکنید، من اصلا نه نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارم نه ولایت فقیه رو، ما یک جمهوری سکولار میخوایم که عادلانه باشه، ملتزم به آزادی باشه، به حقوق بشر باشه، اما یه موقع شما سوالتون تو چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی، تو چارچوب این نظام جمهوری اسلامی حق انتخاب جانشین آقای خامنه‌ای با مجلس خبرگانه، مجلس خبرگان هم دستپخت خود آقای خامنه‌ای، یعنی از طریق شورای نگهبان کسانی رو آوردن که مورد تابع محض ایشون هستن، کوچکترین کسی رو ایشون بکنید ولی فقیه میکنن ولی فقیه، اما اینکه سیر حوادث به چه سمت و سوی خواهد بود این چشم انداز روشنی نداره. اولا بستگی داره به طول عمر آقای خامنه‌ای، دوما بستگی داره به سمت و سوی حوادث، یعنی ماهای آینده بسیار بسیار ماهای تعیین کننده ای که منتهی میشه اولا به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برای ترامپ و ثانیا انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به خاطر اینکه دونالد ترامپ از نظر داخلی الان در وضعیت قرار داره با 110,000 فوت کرونایی، با اقتصادی که یه دفعه اینجوری افت داره و 40 میلیون نفر بیکار شدن، با این جریان اعتراضات اجتماعی وضع مطمئنی نداره، یعنی پایگاه اجتماعی خودش رو تونسته حفظ بکنه، اون اوینجلیستا و طبقه‌ای که پشتش بودن، اما پایگاهش مطمئن نیست. بله. اگر این نکته بسیار بسیار مهمه برخلاف نظر خامنه‌ای، اگر دونالد ترامپ به این نکته برسه که بمباران نقاطی از ایران کمک میکنه به اینکه این رئیس جمهور بشه، قطعا این کارو خواهد کرد، یعنی صحیح. کوچکترین تردیدی به خودش راه نخواهد جد، چون ترامپ هیچ چیزی براش جز پیروزی در انتخابات اهمیت نداره، نه جون مردم آمریکا نه جون مردم دنیا. بله. فقط براش یه نکته مهمه. آقای مشکور، اینجا وقتی شما صحبت میکردین آقای میلانی یا سرشون تکون میدادن یا برحال در موقعی مشخص بود که موافق نیستن، بفهمن آقای مشکور. ببینید، اول این فایل صوتی که دوستان راجبش تحلیل کردن، من میخوام بگم که دلیل نشش هرچی بوده، ولی این فایل دلیل بر صداقت و طهارت نفس آیت الله خامنه ای هست، برخلاف اونچه که در این 32 سال نقل شد که از خیلی قبل برای رهبر شدن ایشان و آقای هاشمی بقیه برنامه‌ریزی می‌کردن. این اول این فایل صوتی دلیل بر صداقت و طهارت و عدم برنامه‌ریزی یک مجموعه برای انتصاب یا انتخاب ایشون بوده. دوما بارهای تکرار شد در این برنامه که این نظام استبدادی هستش، نظامی که در طول 40 سال تأسیسش 20-40 تا انتخابات داشته و در هر انتخاباتش روز به روز 20 میلیون 30 میلیون تا 40 میلیون ایرانی شرکت کرده، شهروند شرکت کرده. من فکر کنم که استبدادی نامیدن این نظام اهانت به 80 میلیون ایرانی هست، و علاوه بر اون که جناب آقای گنجی فرمودن، من خیلی با صراحت عرض میکنم آنچنان که یک زمانی دیگر آقای دکتر سروش گفته بودن، چنان که مرحوم امام خمینی با سوادترین و موفق ترین رهبر در تاریخ ایران بوده، من با صراحت عرض میکنم فاکتورهایی رو براش دارم، آقای خامنه ای بعد از آقای خمینی یکی از موفق ترین و باسوادترین و امین ترین رهبران این منطقه بوده. شما نگید که آقای ترامپ شاید بتونه ایران رو بزنه، من میگم اگر آقای ترامپ توانایی داشت جلو 5 تا کشتی که به ونزوئلا رسید جلو اونا رو میگرفت. من یقین دارم و شما هم یقین دارید که نه آقای ترامپ
چنین جرأتی را دارد که دیگه در منطقه جنگ افروزی بکند و طبیعتاً اگر جهالتی بکنه با این اوضاعی که پیش آمده قطعاً مثلا اون کسی که خسران اصلی رو بر بازنده اصلی خواهد بود متاسفانه خود آقای ترامپ و تیمشان خواهند بود. من فکر میکنم در امریکا اونقدر عقلای وجود دارن که اجازه ندن که ترامپ بیش از حد بی‌عقلی بکنه، مثلا اون چی که امروز و دیروز در داخل کابینه وزیر دفاع در برابر آقای ترامپ ایستاد و عقلای امریکا یقیناً جلو جنگ افروزی رو خواهند گرفت، چون که در کنگرس ما دیدیم که مساوات شد که دیگه ترامپ نتونه به تنهایی خودش جنگی رو علیه یک کشوری ملتی آغاز بکنه. بسیار خوب. آقای میلانی نظر شما راجع به این حرفا چیه؟ به خصوص در مورد اون قسمت که آقای خامنه ای یکی از پاکدست‌ترین رهبران منطقه هستند و توصیفاتی که آقای مشکور کردن. والا حق هر کسی است که هر نظری هر چقدر نامربوط به واقعیت داشته باشه. من در مورد پاکدستی شخصی آقای خامنه ای هیچ چیزی نشیدم که شخصا پاکدست نیستن، ولی قطعا رژیمی ایجاد کردن که در فساد در جهان کم نظیر، اطرافیانشون کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن، رئیس جمهور برگزیده ایشون کسی که به عنوان انقلابی ترین و پاکدست ترین رئیس جمهور رئیس مملکت ایران در 100 سال اخیر نام بردن، 8 سالی رئیس مملکت بود که یکی از فاسدترین دوره ها بود. این رو از قول خارجی ها نمیگم، این رو از قول CIA نمیگم، این رو از قول سواک نمیگم، این رو از قول روحانی و اطرافیان خود روحانی و منظورتون آقای احمدی نژاد هست درسته؟ آقای احمدی نژاد دقیقاً و یکی از فاسدترین دوره ها بوده. آقای خامنه ای شخصا ممکنه پاک دست باشه، میگم من هیچ چیزی در مورد ناپاکی شخصیشون ندیدم، ولی ایشون چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار رو کنترل میکنه، انگار ملک تلق پدرشه، به هیچ کسی حساب پس نمیده، فکر میکنه اینها بخشی از ولایتن. اینها در مفهوم واقعی فکر میکنن مملکت مال اونهاست و اگر چیزی به مردم میدن مردم باید شاکر باشن، فکر میکنن انتخاب از هان اونهاست، اگر اجازه میدن در این انتخاباتی که هر روز انتصابی تر شده مردم شرکت کنند مردم باید شاکر باشن که ایران انتخابات داره. این انتصابات جناب میلانی شما به هر حال سالیان سال دارید روی تاریخ معاصر ایران به دقت کار میکنید. من میخوام میدونم که در موارد مختلف راجع به تأثیر سیاست‌های ایالات متحده روی وضعیت ایران هم صحبت کردید، هم تحلیل دارید، هم تحقیق کردید. به نظر شما چقدر عمل کرده دونالد ترامپ روی موقعیت آقای خامنه ای تأثیر داشته ظرف سالهای گذشته و چقدر تأثیر خواهد داشت ظرف سالهای آینده که همونطور که آقای گنجی هم گفتن سالهای بسیار مهمی برای ایران هست؟ من فکر میکنم آقای خامنه ای اگر دعا میکرد نمیتونست رئیس جمهوری در آمریکا بهتر از دونالد ترامپ پیدا بشه، برای اینکه آقای خامنه ای برجام رو به دستور خودش اجرا کرده بود، ولی دلش می‌خواست یه جوری کنترلش بکنه، دلش نمی‌خواست اجرا بشه، پی می‌گفت با آمریکا نباید اعتماد کرد، رئیس جمهوری که بیاد و برخلاف نص اون قانون اونچنان که من دوباره چندین بار نوشتم از برجام خارج بشه و کارهای دیگری که کرده و کارهای دیگری که به گمان من خلاف قانون کرده، چنین رهبری در آمریکا برای آقای خامنه‌ای که 60 ساله در مورد آمریکا صحبت میکنه و بد میگه و میگه نباید بهش اعتماد کرد، میگه نباید دموکراسیشو به جد گرفت، خیلی به نظر من کمک کرده، ولی این کمکش در کوتاه مدت به گمان من، برای اینکه بحران جامعه ایران، بحرانی که سیاست‌های آقای خامنه‌ای جامعه ایران رو به اون دوچار کرده، بحران اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی اونقدر عمیقه که حتی دونالد ترامپ با همه اشتباهاتی که کرده و هر کدوم در واقع به نوعی به نفع آقای خامنه‌ای بوده نجات نمیتونه بده این رهبری رو، از اینکه عنوان من بگم یکی از زیانبارترین دوره‌های رهبری تاریخ معاصر ایران. آقای گنجی نظر شما راجع به این صحبت ها چیه؟ علاوه بر اینکه فکر میکنید وضعیت آقای خامنه‌ای نسبت به پارسال همین موقع چقدر تغییر کرده؟ ببینید دو تا نکته شد دیگه، پس یکی ترامپ و خامنه‌ای، یکی وضعیت آقای خامنه‌ای نسبت به پارسال. در مورد نکته اول بگم که
دونالد ترامپ نقش دوگانه ای ایفا کرده. یعنی این تحریمای کمرشکن واقعا کمر مردم ایران شکسته است. میون دو تا تحریم تو همین 4 سال حسن روحانی، میون دو تا تحریم رشد میانگین رشد اقتصادی ایران سالانه 5% بود، اما موقعی که الان تحریما رو ترامپ آورده، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 و 2019 بین منفی 6 تا منفی 9% بوده. الان که به خاطر کرونا بدتر هم هست. بله، تورم تک رقمی که 9% بود، اینا همه گزارش بانک جهانیه، تورم تک رقمی رسید به 50%، بیکاری افزایش پیدا کرده و خب این خیلی خیلی وضع، این یه بوده نقش ترامپ بوده که کرده و واقعا وضعیت وحشتناک اقتصادی درست کرده که خب دائما هم خودش هم به این افتخار میکنه و میگه من اقتصاد اینا رو. تاثیر موقعیت آقای خامنه ای چیه این؟ خب الان میگم یه نکته دیگه راجع به ترامپ میگم، بعد راجع به آقای خامنه ای میگم. نکته دیگه ای که داره، دونالد ترامپ نه به دموکراسی کاری داره نه به چیزی، رسما میگه این جنرال سیسی دیکتاتور محبوب منه، رسما با رهبر کره شمالی دیدار میکنه، بارها تو سخنرانیاش گفت، فیلمش از توییتاش میگه من این عاشق و معشوق و همین. یعنی الان این دنبال اینه که با ایران مذاکره کنه، خامنه ای باش مذاکره نمیکنه. اگر خامنه ای با این مذاکره بکنه، این ترامپیست های ایرانی اشتباه میکنن، همین خامنه ای میشه معشوقه جدید آقای ترامپ و ترامپ موقع در تمام سخنرانیاش تو آمریکا میچرخه و به هوادارش میگه ببینید این خامنه ای بهترین آدم روی کره زمین، معشوقه جدید منه، من هر شب به جای زنم با این میخوابم، از این حرفا. واقعا این تیپیه ترامپ. ولی نکته ای که هستش اینه که خامنه ای با این مذاکره نخواهد کرد تا انتخابات آمریکا. اگر بایدن بیاد یه وضعی میشه، ولی اگر ترامپ بمونه، خامنه‌ای صبر میکنه تا انتخابات ایران که تموم شد، اون موقع رئیس جمهور جدید که یکی از مثل همین بازی که الان در آوردن همه رو هضم میکنن، یکی از اصولگراهای شبیه این آقای فتا یا قالیباف رو میکنن رئیس جمهور و اونو میفرستن برای مذاکره با ترامپ و اون موقع اون میشه معشوقه آقای ترامپ. این راجع به رابطه ترامپ و آقای خامنه‌ای. اما در مورد با آقای خامنه‌ای به نظر من وضعش نسبت به سال گذشته بدتر شده نه بهتر. آقای خامنه‌ای در تمامی حوزه ها شکست خورده و من تعجب بکنم از این دوست گرامی که میگن موفق شده. شما توجه بکنید به چشمنداز 20 ساله ایران، شما توجه بکنید به برنامه 1400 ایران. ایران قرار بوده تا سال 1400 که میشه سال آینده قدرت اول منطقه خاورمیانه باشه. اینا خود برنامه، من اصلا به برنامه های خارجی چیزی نمیگم، اینا برنامه های گنجه. آقای خامنه ای میگه هست، آقای خامنه ای میگه قدرت اول منطقه هست. الان تمام آمار و ارقامایی که ما داریم نشون میده که اصلا اینجوری نیست. من الان 3 تاشو به شما گفتم. فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی هستش، ببینید من راجع به شخص خامنه‌ای صحبت دارم، من میگم این نظام فساد توش سیستماتیکه، اصلا این خیلی وحشتناکه و این با یک تحولات بسیار بسیار بنیادینی میخواد تا درست بشه. با اینا نمیشه، اصلا اینجوری نیست. 100 نفرم شما اعدام بکنید، 2000 نفرم اعدام بکنید، این درست نمیشه. این وضعیتی که آقای خامنه‌ای الان داره، الان آقای خامنه‌ای در وضعیت گذشته نیست. الان رسما تو داخل ایران همه آقای خامنه‌ای به پرسش میگیرن، در خود ایران نه در زندان ها، در بیرون زندان ها افراد علیه صحبت میکنن و این صحبت ها پخش شما میشه. شما اینجور که میگید آقای گنجی، هی میگید این افراد در ایران این کارا رو میکنن. من با آقای مشکور هم صحبت میکردم، اینو گفتم، یک تصویری میدید انگار در ایران حرفا رو میزنن بعدم هیچ عواقبی براشون نداره. نه، عواقب داره، هزینه داره، سرکوب میشن، هزینه خب میدن. پس این که حرف میزنن که خب نه، گفتن حرف با هزینه دار بودن حرف دو تا سخنه. یه حرف اینه که این حرفا زده میشه، یه حرف دیگه اینه که این افرادی که من الان دارم میگم همشون حتی از دانشگاه اخراج شدن. یکی از اینا الان شما گفتید اسم نبر، منم اسم نمیبرم. من میتونم تک تک اینا رو برای شما اسم بیارم که الان شما ببینید زندانی شدن. مثلا آقای هاشم آقاجاری نمیدونش زندانی شد، حکم اعدام گیره، خب از دانشگاه هم اخراج شده، چیکار شده؟ خب ایشون چیه، نظراش چیه راجع به این جمهوری اسلامی؟ متوجه. خب یعنی میفرمایید به هر حال افراد هنوز نظر دارند، هنوز با همه بعد چیزا نظرشون هست، ولی مسئله اینه که آدم بتونه نظرشو بده و بتونه بعد زندگیشو بکنه بعد از اون. نظرشون رو به صراحت میگن. راجع به همین آمریکا که شما پرسیدی، این آقای سریع القلم، این آقای زیبا کلام و صدها نفر دیگه چنان آمریکا شیفته هایی هستن که شبانه روز دارن در داخل ایران تبلیغ آمریکا رو میکنن، سجده آمریکا رو میکنن، کسی کارشون نداره. صحیح. یعنی طرفداران آمریکا، همین آمریکای دونالد ترامپ در ایران
تعداد زیادی هستن که تو تلویزیون همین سیمای جمهوری اسلامی میرن حرف میزنن در اون مورد که اصلا کسی کارشون نداره، آزادانه دارن حرف میزنن. اما اون کسانی که به آقای خامنه ای بم میکنن و نقد میکنن این دیکتاتور رو، این دیکتاتوری که برای کشور ایران و برای مردم ایران خیلی ما هزینه زیادی دادیم برای 31 سال حکومت دیکتاتور معاونه آقای خامنه ای، حکومتی که مطابق میل خودسرانه این آدمه و تو همه زمین‌ها شکست خورده. حالا اون برنامه 1220 و 1400 شکست خورد، حالا اومده تر داده برنامه گام دوم برای 40 ساله آینده. آقای گنجی بذارید، آقای مشکورم چون وقت کم هست، من نمیخوام وقت به ایشون نرسه. آقای مشکور، دو سال اولش که 2018 و 2019 گام دوم ایرانه، رشد اقتصادی ایران منفی بین 6 تا 9% گفتید اینها رو. ممنونم آقای گنجی، ممنونم. بذارید آقای مشکور صحبت کنم. آقای مشکور بفرمایید، پاسخ بدید. ببینید، چون آقای گنجی شاید سالیان سال است ایران نرفتن و فقط از طریق رسانه‌هایی که عمدتاً سیاه نمایی میکنن راجع به اوضاع ایران، ایران رو میفهمن و میشناسن، لذا بر ایشان حرجی نیست. و دومن که از اوضاع عمومی جهان شاید ایشان اطلاع نداشته باشن. شاخصهایی که ایشان فرمودن در خود ایالات متحده آمریکا چه خبره، در یونان، در فرانسه، در ایتالیا، در سایر کشورها، به ویژه بعد از کرونا و در حال کرونا. ما اگر همه اینا رو مقایسه بکنیم، ایران رو با پاکستان، ایران رو با افغانستان، ایران رو با آذربایجان و ترکیه و این کشورها، ایران جزیره ثبات هست. مهمترین چیزی که من میتوانم بگم، کسی یک زمانی در ایران زندگی کردم و مسائل تاریخ ایران رو مطالعه کردم، برخلاف آنچه که جناب آقای میلانی عزیز باز گفتن، این رهبر پاکدست توانست غرور و عزت ایرانی ها رو به اونا برگردانه. شاید دولت ایران در ده ها مورد به مهاجر افغانی به اصطلاح کوتاهی بکنن یا ظلم بکنن، ولی این موجب نمی شود که ما حقیقت را یادتان نره. به جناب آقای میلانی که شاه ایران از سفیر انگلستان و از سفیر امریکا تقاضا می کرد آیا من مشروعیت دارم، شما حمایت می کنید منو یا نه. اما امروز رهبر شما، فرد اول مملکت شما، ایالات متحده امریکا را تحقیر میکند، با موشک هایی که بین الاسد میزند تحقیر میکند، با 5 کشتی که به ونزوئلا میفرسته تحقیر میکند. من احساس میکنم که اون تمدن نوین اسلامی که آقای خامنه‌ای دیروز بشارتش دادن، همون امپراتوری هخامنشی عظیمی که حوزه نفوذش مشخص بود، دوباره احیا شده و این مرهون آیت الله خامنه‌ای هست. تمامیت ارضی شما، وحدت ملی شما و ایمان شما و معنویتی که در ایران است، اینا مرهون عوامل مختلفی هست، عوامل تمدنی، فرهنگی، تاریخی. و نمیتوانیم فراموش بکنیم این 32 سال رهبری ایشان را که منصفانه نسبت به رهبرای منطقه، ظرفیت‌ها، بحران‌ها، مشکلات، یکی از موفق‌ترین و پاکدست‌ترین. ممنونم جناب مشکور. اجازه بدید آقای میلانی، فرصت کم است. آقای میلانی در حدود 1 دقیقه میخواید پاسخ بدید به این صحبت‌ها. من فکر میکنم به هر حال اون چی که ایشون گفتن نیاز به پاسخ نداره. من فکر میکنم ملت ایران خودشون خیلی بهتر از من، بهتر از ایشون و بهتر از آقای گنجی وضع خودشون رو میدونن و نظراتشون رو نسبت به وضع اعلام کردن، نظراتشون رو نسبت به آقای خامنه‌ای اعلام کردن. من تعجب میکنم که ایشون به بعضی از مسائلی که مثلا در مورد شاه اشاره میکنم، گرچه ادعا کردن که اون کتاب رو سواک نوشته و سیاه نوشته، ولی توصیه میکنم اون کتاب رو بخونن. در یک زمانی شاه هم به آمریکا و به انگلستان به زبان تهدید صحبت میکرد، میگفت دستتون رو به ما چیز نکنید. شاه که در 1967 به سفیر شوروی در ایران به تندترین شکل صحبت میکنه، الان ببینید سفیر چین در ایران و وزیر بهداشت ایران چجوری صحبت میکنه. ذلت ایران رو در برخورد چین با وزیر ببینید، برخورد پوتین با ایران ببینید. این شعارهایی که میدید، اینها دردی از ملت ایران دوا نخواهند کرد. ممنونم جناب میلانی، متشکرم. ممنونم از هر 3 نفر شما که در این بحث شرکت کردید، آقای دکتر میلانی، آقای گنجی و آقای مشکور. و ممنونم از شما که با صفحه 2 این هفته همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. شب روزتون خوش.